پدر و پسر زندگی خوشبختانه داشتند. با لحظه از هم دور نبودند. تصادفاً هر دو یک روز مرتکب گناه شدند. قاضی فرمود هر دو را نزد ایشان بیارند. گناه آنقدر عظیم نبود، ولی باید سزای عملشان را می دیدند. پدر با سر بالا می ایستاد نزد قاضی. پسر سر به زیر افکنده بود. می ترسید که او را چه انتظار است و هیچ رقم زده نمی توانست دنبال نگاه های پر از خشم مردم و نگاه های کنجکاوانه قاضی او را چه انتظار است. مردم زیاد جمع آمده بودند. ازدحام خیلی و خیلی زیاد. قاضی فرمود پدر را بیارید. پدر را به میانه دوره کشیدند. فرمود لباسش را از تن بدر کند. پدر به چون و چرا خواهش قاضی را اجرا کرد، چون چاره دیگر نداشت و به نگهبانان سپارش داد و پشت پدر دره بزنید، قمچین بزنید، صد تازیانه. پدر را خواباندند و پشتش با قمچین گلکاری کردند با تازیانه. پسر سری ترس جانب پدر می نگریست و یک مرام فغان می کرد، گریه می کرد، نه از عذاب و عقوبت پدر، بلکه از آنکه به سرش چی خواهد آمد. پدر لام نگفت، دهان نکشد، خاموشانه همه درد را، همه غم را، همه کلفت را، تحقیر را طاقت کرد. در حالی که پدر بیهوش و بیاد بود، از مره بیرونش بردند و قاضی امر کرد پسر را بیارید تا سزای جزایش را ببیند. چون پسرک خردسال بود، همگی 15 سال بیش نداشت، قاضی را رحم و شفقت بیدار شد، گفت 10 تازیانه و پسر بزنید. لباسهای پسرک را از تنش بدر کردند و تازیانه نخست روی پشت پسرک فرامد. پسر دهان نکشاده پدر فغان کرد، پیش پای قاضی افتاد، پایهایش را بوسید، رحم و شفقت خواست، امداد خواست. قاضی سخت متعجب شد، حیرت زده شد، گفت ای مرد خدا، 100 تازیانه را تحمل کردی، ولی حالا 1 تازیانه را، 1 قمچین را که پشت پسرت زدیم تحمل کردن نمی توانی. پدر در حالتی که چشمانش از گریه سرخ بود، دل دنیایش گویا به باد می رفت، فغان کشید 100 قمچین شما جناب قاضی و تخت پشت من راست آمد. پشت مرا زخمی کرد و من احساس نکردم، ولی حالا 1 قمچین شما به جگری من رسید. جگرم درد میکند، جگرم بیتابی دارد. خواهش میکنم پسرم را رها کنید.